آینده سیاسی جنرال دوستم. جنرال دوستم از محبوبیت فراوان در شمال کشور به ویژه در بین ترک تباران برخوردار است. او رهبر مردمدار، قدرتمند و نظامی با تجربه است، اما از نظر سیاسی ضعیف. او بارها همه سرمایه‌اش را در میدان سیاست باخته است. در چند دوره انتخابات گذشته از او به عنوان بانک رای اوزبیک ها سوء استفاده شد. پس از انتخابات حتی نصف وعده هایی که به او داده شده بود هیچ یک عملی نگردید. جنرال دوستم که بعد از سال 2001 بارها فریب سیاسی خورده بود، پس از روی کار آمدن حکومت اشرف غنی ضربه سنگین خورد. به آرگاه، بارگاه و جایگاه سیاسی و نظامیش آسیب رسید. قضیه شی به اعتبار شخصیتی او لطمه زد و اشرف غنی هم از این فرصت استفاده نمود و فشارهای سنگین را بالای وارد نمود تا اینکه او را به ترکیه تبعید کردند. قبل از آن هم جنرال دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری جایگاه تشریفاتی داشت. اکنون پس از بازگشت از ترکیه باز هم به هیچ یک از خواستهایش نرسیده. اجازه سفر کردن به شمال کشور را ندارد و فرمانده قیصری هنوز در زندان است. 18 روز اعتراضات میلیونی هواداران و طرفداران جنرال دوستم باعث برگشت او از ترکیه گردید. اما جنرال دوستم نتوانست از حمایت گسترده مردمش استفاده درست سیاسی کند. او بارها قدرت و حمایت مردمیش را فدای بده و بستانهای شخصیش می کند. اطرافیانش یا صلاحیت مشوره دهی را ندارند و یا هم ناتوانند. اکنون که انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است، دیده شود که جنرال دوستم باز هم فریب می خورد یا اینکه تصمیم درست برای خدمت به مردمش می گیرد. او اکنون تنها رهبر افغانستان است که بیشترین هوادار و طرفدار را دارد. نعیم شریفی، افغانستان جورنال.